барои тасдиқ кардан аз одамои наздики худаш сар мекунам. Не, корда намемонашон. Мешнонашон. Се рафиқи беҳтарини худша барои ғорат кардани буҷети давлатӣ ҳабс мекунам. Барои ман ин лаҳзаи ғамнок ва душвор аст. Барои он хотире ки All my life. Тамоми ҳаёти худам. You see the whole of my adult life. Мефаҳме, тамоми ҳаёти худам. وقتی که ما در باره دولت های پیشرفته و ترقی کرده جهان گپ میزنیم بیشتر در سر ما و شما فکر در باره امریکا و دولت های اروپا میآید لیکن کم ای آدمی که در این گروه داخل کنه سنگاپور را یعنی که فکت هایی که شما در این ویدیو در باره سنگاپور میشنوین شما را خیلی هم به حیرت میآورد غیریودگی سنگاپور در چی است در آن که یک دولتی خردی در جزیره قرار داشته هست که از 60 جزیره های الهیده عبارت است اگر که عادی کده گپ زنیم این الهیده پره های زمینی بود که در بطلاق جایگیری بود و آدمایی که در اوجا زندگی میکردن روزشون تنها با قبیدنی ماهی پیش میبردن برای مقایسه کردن سنگاپور از شهر شهری که بیشتر همه ما و شما میدونیم مسکو شهر مسکو فدراسیای روسیه سنگاپور از همه شهر یک چند مراتبه مایده یک کشور از یک شهر خورتر است سنگاپور تا سال 1950 تقریبا که یگون چیزی خودشا نداشت همه چی را ایمپورت رواد میکردن یعنی که اودی کرده گپ زنیم از خارج میومد دونگی خوای برق لباسا حتی آب نوشاکی را و خوم هم سنگاپور یک کشوری است که دو دولت دیگه از طرف او را میجخه اندونزیا و مالایزیا از همین حالات که ما این زمان نمبر کردیم یک چند ده ساله میگذره و سنگاپور مبدل میگرده به یک کشوری که از همه ده پرقوت ترین اکانومیکا داره یکی از پیشرفته ترین و مناسب ترین برای پیش بردی تجارت و در جهان یکی از کشورهایی که خلقی کرنوی خودش خلقی که از اول در اوجه زندگی میکنن از هیچی کم نیستن و همه ای کار عملی میگرده به شرافت یک شخص لی کوان یک جزیره ای که به هیچ کس لازم نبود سنگاپور مبدل میگرده به یکی از مرکزهای تجارتی جهانی اگر که هر یکی ما به این کار نظارت نکنیم این کشور با مثلی پیشتره یک پاره زمینی به هیچ کس نلازمه میشود او هفت مراتبه به حیث سرور کشور انتخاب میشود و هفت مراتبه برد میکنه تا آخر حیاتش خیلی هم تأثیری سخت داشت در پلیتیکای کشور خودش ما از به مهنت های همو سنگاپور یکی از کشورهای شد که تمام جهان به سرعت بلند رفتن اکونومیکش به حیرت آورد ما از همه کشور از همه جای مناسب ترین برای پیشبردی بیزنس شدگی در تمام جهان شرکت و کارپوراسیه های کلان جهانی در این کشور آفیس و فیلیال ها دارند که البته در زاود و فابریکا و شرکت کارپوراسیه سیاه ها خلقی خودی سنگاپور کار میکنند و البته که همه ای کارپوراسیه ها اطاعت میکنند با قانونی سنگاپور او خیلی بسیار مهنت کرده گه ما شروع کردیم با زندگی بایانه ای زحمت های لی کوان یو بود که پسرای ما با مکتب رفته امروز سوادی خوب میگیرند از همین خاطر من این شخص همه وقت تعریف میکنم به خاطر همه که امروز در سنگاپور سطح زندگی قدر عالی است همه در سلام علیکم برادرو خوش اومدین به کانال اسیم شریپوف با شما هستم من محمد شریپوف سلکه اگه در کامنتر ویدیو زکریپید کرده گه البته با شما یاردم نمیته که شما یک سنگاپوری دیگه بسازین لیکن شما میتونین که در توانای ختون سوم کار کنین یعنی که چخیل هستن برادارهایی که به حدم شوق و ذوق دارن در ورزش و همه جنگوارا و دسته های بازینگارا را سلیدید میکنن بازی و جنگوی اوارا میتونن اوگادت کرده که در بای یا اینکه بازی در پیش ایستاده که غالب میشوه اگر که شما اوگادت کرده بتونین کدام جنگوار یا اینکه کدام دسته بازینگر در بای و بازی پیش ایستادش غالب میشوه شما میتونین در این کار ختون سوم کار کنین و فراموش نکنین که اگر شما یکم بار رجیستراسیه کرده است باشین میتونین با پروموکد کانال بونوس به دست بیارین سکه برای رجیستراسیه کردن و پروموکد برای بونوس به دست آوردن در کامنتری از ذکر پیچیدگی هر یک شرکت خارجی وظیفه داره که حساباتی مالیوی بسپاره در مخصوص اداره دولتی سنگاپور لیکن از شما فکر میکنین که البته او باید که حسابات بسپاره لیکن حسابات سپاریدن او نه تنها به فایده بودجه خود دولت است یعنی که بودجه دولت به فایده خلق میشوه چگونه در حال حسابات سپاریدن دولت میدونه که همین شرکت
چی قدر در خودش بلند شد یا اینکه پست شد. در حالی درآمد شرکت بلند شدن، او شرکت وظیفه داره که کارگراشا معاشونه بلند برداره، به همو قدر فایزی که درآمد خود شرکت بلند شده. و اگر که پست شده باشه برعکس همش پچیس نمو باشه. یعنی که شما کوتو فهمیدین که کشور از چی سر کرده چگونه شد. انا اکنون بیایم برادرو میگذاریم با قفا و میبینیم که کشور با کدام روحو از یک بطلاقی به هیچ کس نلازیمه با چونین کوله ها رسید. از اول این کشور نه میتونیم بگیم که یک کلونیا بود. سال 1965 سنگاپور از تاثیر مالایزیا آزاد میشود. لیکن سنگاپور این استقلالیت از مالایزیا نمیخواست و حتی خویش هم کردگی نیسته. برای چی خاطر که از نوشوکا تا خوروکا و تا دیگر چیزهای لازیمه را او از مالایزیا میگرفت. عادی کرده گپ زنیم کلوشاش در پشت در مونده در بالاش میپوشد. یعنی که او را پیش میکنه. برای چی خاطر که نگاه و بین کردن تمام این ماهیگیرو را چه خیلی که در اول گفتیم او تنها زندگیشون را پیش میبردن به خاطر تنها ماهی داشتن. مالایزیا در ایویگ نبود همه ای را نگاه و بین کردن. پریمیر مینیستر لی کوان یو که بعدا سرور دولت میشوه در پخش مستقیم یعنی که پریمو ایفیر به زبانی او دیگه در گپ زنیم میگریه در وقت اعلان کردن انا همین نتیجه. برای ما این لحظه غمناک و دشوار است. برای اون خاطر که all my life تمام حیاتی خودم you see the whole of my adult life میفهمی تمام حیاتی خودم و البته چه خیر در خیل حالت شخصی که دلش در خلقش میسوزه میتونه که گریه نکنه. سنگاپور در او وقت مرکز جنایت، کروپسیا، فاحشگی، خرید و فروش مواد مخدر، تمام کارهای پسترین و غیر قانونی بود. در او وقت کشور استفاده میبردن برای ادموت کردن سوم، عادی کرده گپ زنی نابود یا اینکه پنهانی گذرانیدن پولهای غیر قانونی، فروختن آدمو و یا قطار دیگر کارهای دهشت‌آور. برای ذره هم باشه پیشگیری کردن تمام کارهای سیاه لازم بود که یک آرمیای نه اونقدر کلانتر بسازی و در این کار به سنگاپور کمک میکنه، کشوری که مشکلیهاش با مشکلیهای سنگاپور مانند بود، اسرائیل. ماس در آرمیا گذاشته میشوه همو پرینسیپ برای پیشبرد زندگی که بعداً در تمام کشور پند میشوه. برای از نتیجه کارشون ثمره خوب به دست آوردن هر یک آدم وظیفه دار بود که امرای برگیش دستگیری کنه، یعنی که سرجامونه شوند. احترام به همه دین های گوناگون فرق نبود که کدام آدم در کدام دین ای. احترام به هر یک شخص. دیسپلین های خیلی هم سخت. مبارزه با کروپسیا، دروغ گفتن، دزدی کردن، همه نمودی جنایت از جمله جنایت های پلیتیکی. یگانه راهی که سنگاپور در او وقت با پومیتونیس بخیزونه ای جلب کردن اینوستروی خارجی بود. لیکن برای اونه که کشور دقت میلیاردروی خارجی را جلب کنه پیش از همه باید خلق، احترام به یکدیگریشون، احترام به هر نمودی دین و مذهب، ملت و تعلیم و تربیه خوب داشته باشند. تمام این قانون و قایده ها را خودی لیکوانیو می نویسه و امضا میکنه. پراویل برای زندگی کردن ای قانونی بود. در وقت میتونستن مجازات کنن برای یک خیلکارهای خورده که در نظر ما خیلی هم ناچیز به نظر میرسه. برای در کوچه پرتفتن موسر میتونستن که ترا کنتا کمچین شب کنن. برای دزدی کردن میتونستن که دسته یا اینکه یک چند انگوشت ببرن. و ایش هم نگفتنمونه که برای این گونه قانون شکنو تیرومه نبود. برای چی خاطر که در چونین کشور خورد نیسته جایی که تیرومه بسازی و بسازیم نگاه بین کردن و خراجاتی که در تورمچکو میکنی در کار نبود. در وقت کشور ده در وقت غارت کردن دستگیر شدی هفت چلیک تمه برن دیگه فکیو نشان دادن نمیتونی بره کجای میره. تقریبا برای همه کار مجازات میشد. در کوچه توف کردن، دشنوم کردن، حتی اگر شما دندون کوا در کوچه میپرتافتین اگر میدیدن انتظار شین مجازات. در نتیجه این کار ترا یا اینکه خوب لاتو کوب میکردن یا اینکه جریمه میکردن. حتی خوردن خوراک در جایهای جمعیتی، ترانسپورت های جمعیتی یا اینکه در کوچه ممکن نبود. حتی بلند سخن گفتن ممکن نبود. چه خیلی که از ما میبینیم در کوچه یک نمودی میخندن که گوشت کار میشوه، میفرد بگوی که گمشه برای گنجای دور ترده بخند. یعنی که در کوچه بلند سخن گفتن ممکن نبود. بوس و بوسی کردن، حتی تنه لوچ
در خونه خودت راه گشتن ممکن نبود، نمیدونم که چه خیلی رسلی دید میکردن تا در خونه لج گشتگی نو از جهت قانون ممکن نبود. چیکار میکردن؟ تربیه میکردن آدم در کلونیش. مردها وظیفه دار بودن که تنها شیم پوشن، ازنها تنها چولکی، حتی در تابستانی گرم در برای شورتی یا اینکه مینی یوبکا پوشیدن تماما گب نمیرفت. ممکن نبود در جایهای جمعیتی حتی جوچکا خویدن یا اینکه از پس خودت توالت آبشا سر ندادن. در راستی هر یک کابین که توالت مخصوص آدمو ایستادگی بودن و نگاه میکردن که تو از توالت برآمدند آبی توالت سر میتی یا نه. در کوچه ممکن نبود که خلب مایده کرده با پرنده ها بودی، ممکن نبود سیگاریت کشیدن، ممکن نبود نوشوکی های سپیرتی خوردن در جای های جمعیتی، حتی چیوی دادن اجازت نبود. یعنی که افیسان پشت مثال میوید کارش میکنه، افیسان پرسنتوف که خودش میگیره از رستوران با تو یک اونس میدیگه میتی که تیپا کاری خوب کردی. ای کارا ممکن نبود برای چی خاطر که ای حسابی دمشید همچون پورا. چه خیلی که ما میدونیم او مبارزه میبردن ضد کرپسیا. حتی در وایفای بیگانه به اجازت پیوست شدن ممکن نبود. لیکن از همه ده غیری و دیگیش چیه که در همه قدر چیزهایی که در نظر شما میرسه که سخت بود میتین کردن اجازت بود در مخصوص جایهای الهیده ای که ماس برای همه خیلی کارها پیش بینی شده گه مخصوص میدان ها بودن و یک چند قطار زپریت های دیگر و بسیاری پراویل و قانون ها حتی تا زمان حاضره ما را رفته استیم. به هر یک قانون شکنی که در روی خط بود میتونستن یا که مجازات کنن، کمچین شپکت کنن، لطکوبود کنن یا اینکه جریمه. و برای فروختن یا اینکه استعمال مواد مخدر فرق نداره که تا اگر آدمی باشی که چند ساله استاج داری در کار حکمی قتل بود. ده ها ده ها آدمو را میکشتند. از یک طرف فکر کنیم خیلی هم دهشتناک و ظلم به نظر میرسه، لیکن از دیگر طرف فکر کنیم همو آدموی همو سلوی که آدموی همچون نمیشیدنی آدموی سلوی پست بود نابود شدن و امروز همو آدموی موندن که دولت به این جا رساندن که یکی از پیشرفته ترین از همه جهت در جهان شید. و کارهای ممنونی که هازی ما گفتیم در نظر اول در شما ممکن که خیلی هم دهشتناک به نظر برسه که چخیل در کوچه نمیتونی تو فکرین ترا مجازات میکنن، برای اینکه در ما چی باید دهشتناک میتوه؟ برای اون خاطری که ما در این کار عادت نکردیم، او خلق عادت کردگیه. تو در خونت میتونی توف کنی، توف نمیکنی که در خونه، یعنی که او کشور مثلی خونه کردن. نویسنده ویلیام گیبسون که سال 1990 به سنگاپور رفت، او سنگاپور را دیزنیلند با حکم قتل نامید. یعنی که ده نمود حسیات داشت و در برای این کشور دیزنیلند یک جای فراغتی با حکم قتل. یعنی که او سنگاپور را همچون کشور نه، مثل یک کارپوراسیا قبول کرد. کارپوراسیا که در اوجه یک سبت دیکتاتورایی برگزار گشته است که هر یک شهروند با مثلی که در بالای بند حرکت کرده است باشند و حتی از عدسه زدن می ترسند تا که تر نکنند و برای کارشون حکم قتل نگیرند. و با غیر از ای او دیگر فکرم داشت در برای سنگاپور. آدمیزاد موافق طبیعت خودش از خردسالی تربیه میگیره و مثل پرنده ها، لیکن در پرنده ها خاراکتر اینستینکتیو نه، یعنی که طبیعتی های. هنگامی که او پر برآورده از لونه مادرشون پرواز میکنن، او به خودشون همسر یافته خودشون در لونه میسازن و موافق طبیعت عمر به سر میبرن. لیکن فرقیت در بین آدمیزاد و پرنده در اونه که وقتی که آدمیزاد خونه پدر مادریش ترک میکنه، او به اختیار خودش میشوه. هر یک چیزی که برای او ممنوع میکردن پدر مادرش میتونه که به انجام برسونه. او میتونه که سیگار بکشه، شراب بنوشه، دشنام کنه، اویله برپا نکنه، قانون شکنی کنه یا اینکه با غارتگری دست بزنه. برای اون خاطری که با این راه پول به دست آوردن آسانه از کار کردن ده. اگر که آدمیزاد در تمام دوام حیاتش تربیه نتی، عاقبتش خیلی هم بد میشوه. البته من دستگیری نمیکنم راه های خیلی هم دهشتناک و سختی سنگاپور برای تربیه کردن ملت، لیکن ما از همین نمود راه ها سبب شد که سنگاپور یکی از دولت پیشرفته ترین، خلقش یکی از ملت پیشرفته ترین در جهان شد. ای فکتای مگا نویسنده. امروزا سنگاپور یکی از کشورهای تازه ترین در جهان میروه. در برای پیشبردی بیزنس جای سیم اشغال میکنه در جهان. در زمان امروز شما بسیار میبینید که در ایستگاه ها آدم ها تلپه ایستادگیان، در پروبکه ها ماشین ها ایستادگیان. او در سر شما فکر آمد که چگونه همه خیلی راه را یعنی که شهر را میشوه سبوکنی و سنگاپور راه شیافت. در ماشین شخصی حرکت کردن معنی نیست، اجازه تای. لیکن
در درون هر یک ماشین مخصوص تجهیزات گذاشته شدگی هایی که میتونن بینن که ماشین با کدام سمت حرکت میکنه و شما سوال میتین که ای چیگونه میتونه شهر سبو کنه. همین گونه ای که هر یک آدمی که به طرف خانهش روانه میشوه او وظیفه داره که همراه خودش یک کس پاپوتی بگیره. شفیاری که یگان کس پاپوتی نمیگیره یا اینکه اون کسی که او را من میکنه رد میکنه، در حالی که به طرف خانهش رفته است او مجازات میشوه. سرور آینده دولت به دنیا میآید سال 1923. در اویله او به دنیا میآید که در همه کار حرکت میکردند که پیش باشند و از دیگر فرق داشته باشند و همین گونه خرکتی. و با خاطری که وقتی گرانبهای شما را بیشتر نگیریم، ویدیو در روزی بعدی ما به خلاصه آمدم که ویدیو را دو قسم کنم. قسمی دیگه میشه انتظار شوین، یا اینکه اگر الکی بر اومده باشه در بالای همه ویدیو پادکست کمی بره، قسمی دیگه میشه میتونین گذشته تماشا کنین. حتما برادر قسمی دیمی برنامه را تماشا کنین، خیلی هم شما به حیرت میایین. از همه چیزای اینترستنش در دیم قسمه ای کار روا میبینه در سری همه چی نونیکو و موندگیاشا شخصا خودش تفتیش میکنه. مخصوص عدلی تفتیشاتی تشکیل میکنه و خیلی هم معاشی بلند وارا میته تو که پیشی پورا سرخم نکنن. اول ممکن شما فکر کنین که چه خیلی باشه نباشه چند قدر اویلی که بیتی او پلوبومو با پورا میگیره. یکم پورایش پیشنیاد میکنن که از معاشی خودش در بلندتر های نه برادارو. لیکوانیو همو لیکوانیوی هسته که اگر که بای خیلی فکر کار میکرد امروز سنگاپور ای سنگاپوری نبود که عین زمانه. در بالای ای عدل تفتیشاتی که گفتم معاشی بلند میگرفتن تا که پورا نگیرن، با یک عدل دیگه بود که ای عدل تفتیشات میکرد و در بالای او دیم